آموزش. شنوندای عزیز برنامه طلا در خاک، السلام علیکم. کامپیوتر، به خودتون سلام. و علیکم سلام. کامپیوتر، برای که شنونده را در انتظار نمانیم، من کمی از بخش اول برنامه را روشن میکنم. نه؟ 5-6 سال آخر میشه که در زمین هاردیسک کار میکنم. کامپیوتر، متوجه شدی که در قسمت اول برنامه چی داریم؟ بله، از گفته هایش متوجه شدم که در مورد دریافت اطلاعات از هاردیسک خراب سخن میگفت. بله، درست گفتی کامپیوتر. تو هم در مورد بزرگترین هاردیسک یا حافظه کامپیوتری معلومات پیدا کن. درست است. جستجو میکنم، اما نگفتی در بخش دوم چی داریم؟ بشنو، حتما متوجه میشیم. توانستم یک ماشین چوچکشی جور کنم. این شخص ماشین چوچکشی درست کرده بود. بالکل درست است. اینال تو هم در مورد کشوری که قبل از اختراع ماشین چوچکشی بیشترین چوچه مرغ را تولید میکرد معلومات پیدا کن. در بخش آخر برنامه هم قصه خانمه را داریم که مسئولیت خرچ و مصارف خانواده را به عهده دارم و با کاروبار با کراچی چهار دایره ای مسئولیت را به پیش میبرم. ای که چی کار میکنه در قصه خود شنیدین. برای به دست آوردن عاید راه‌های مختلفی وجود دارد، مثل کارهای رسمی و غیر رسمی. اما یاد داشتن مهارت در هر کاروبار نقش مهم دارد که عده مردم از این طریق روزگار خود را به پیش میبرند. همکارمون سید مصطفی نصرت در این مورد با یک شخص صحبت کرده که با مصرف و یادگیری یک مهارت خاص حال تانسته زمینه عاید را برای خود از این طریق فراهم بسازه. جزئیات را در صحبتایشان میشنویم. بفرمایید، خود را برای ما معرفی بکنید. مجید است نامم، سلیمی تخلص میکنم. از کاروبارتون برای ما قصه بکنید. 20 سال میشم در کابل ما کار میکنم. دیگه 5-6 سال آخر میشه که در زمین هاردیسک کار میکنم. هم ترمیم میکنیم، هم ریکاوری دیتا را میکنیم. تقریبا یک 5 سال یا بیشتر میشه که تخصصی فقط کار هاردیسک میکنم. تحقیقات کردم، دیدم که خیلی از کارا را با تب پروگرام نمیشه. من ضرورت شد، مجبور شدم یک دستگاه را بخرم. انجینر سو محترم، ایران برای ما بگوین این مهارتی که یاد گرفتین چه قسم یاد گرفتین و آیا کدام هزینه ایم داشت یا خیر؟ برای ترمیمات و کشیدن فایل ها و ریکاوری و یادگیری همراه با دستگاه ضرورت بوده که من خارج افغانستان برم و دوره را ببینم. خود رفتن هزینه تا کشورهای خارجی تا $2,000 $1,500 500 تیکت و ویزا و پاسپورت میشه که نفر حرکت میکنه. شاید هر دورش 1,500 تا 2,000 خود هزینه کردیم. خود دستگاهش که است تقریبا شاید در حدود $15,000 برای ما تمام شده که دورایی که دیدم شاید حدودا 20,000. من مجبور شدم شاید برای او وقتی که ما این کار شروع کردیم من پیسه خودم نداشتم، شاید مجبور شدم قرض کنم از هر طرف. ماهانه هم یک پیسه میدادم تا برای ما آموزش هم میدادم و تا 2 سالی کارم انجام دادیم. یعنی ما یک پیسه دیگه هم هزینه کردیم، ولی الحمدلله تونستیم موفق باشم. سلیمی صاحب، ایرم برای ما بگوین که مشتریان را چه قسم پیدا میکنین؟ مرور زمان هست. وقتی یک کار درست یک نفر انجام دادی، برای یک دیگه تبلیغ میکنم، میگه این نفر کارم انجام داد. دیگه چون در مارکت خود کمپیوتر هستیم، کسایی که میان اینجا برای خریداری که پرزجات کمپیوتر میان، خانه خانه منم پیدا میکنن. وقتی دکاندار آدرس ما رو میدن، از شهر نو است، از کوته سنگی است، از این مارکت هم جوار ماست، آدرس ما رو میدن و ما رو پیدا میکنن. وقتی که کار نو آغاز کردین، مشتریایتون چگونه بود؟ کم بود؟ زیاد بود؟ در ابتدا خیلی کم بود است. ماهانه شاید 10 تا یا 20 تا مشتری می اومدن، چون کسی بلد نبود جای ما را. ولی فعلا در حدود روز 10 تا 20 تا مهاریسک برای کار بگیرم، شاید بیشتر هم بیایه. ولی مشتری من میگم که این شامل کار هست، این نیست، این میشه و این نمیشه. دیگه اگر که دست نزنن مشتری ها، خودشان رو باز نکنن، خود ریکاوری نکنن، خرابی نکنن، تا 100% ان شاء الله مشکلشان در پیش ما حل میشه. وقتی که شما یک هارد دیسک را ترمیم میکنین یا فایل ها یا دیتا شما میکشین یا ریکاوری میکنین، چقدر اجره میگیرین؟ ترمیم اجورش کم است. اگر هارد دیسک شاید در بازار مثلا 3,000 افغانی قیمتی باشه، من 1,000 افغانی میگیرم، پس مثلا مسابقه جورش میکنیم برایشان میدیم. ولی برای کشیدن فایل ها هزینه ها فرق میکنه. یک وقت است که هارد دیسک تنها فرمت شده است، خب از روی حافظه که نشان میدیم که 500 جی بی است، 1000 جی بی، 200 جی بی است، از روی محاسبه میشه. یعنی حافظه برای ما مهم است. و یک وقت است که نه، هارد دیسک ضربه خورده است، افتیده است، یا کدام کد داشته است، پسورد داشته است، بازو هزینه هاش بیشتر میشه، فرق میکنه. یعنی از هر کدام متفاوت است. یک هارد دیسکی که شما ریکاوری میکنین، معلوماتشان را دوباره به دست میارین، چقدر زمان در بر میگیره؟ اگر هارد دیسک ضربه نخورده باشه، میتونیم در 1 روز تا 2 روز هارد دیسکش مواد پس بدیم.
ولی اگر هاردی ضربه خورده باشه ضرورت به یک دونه هارد جوره کار دار. وقتی که پروزه کار می داشته باشه باز وقت زیاد میگیره تا که پروزهش جورش ما پیدا کنم، از پروزه استفاده کنم و مواد از زیر بکشم. هزینه‌اش خیلی زیاد میشه برای یک مراجعین ما. در حدود 15,000 دلار آمریکایی شما دستگاه را خریدین، سفرهای بیرونی را داشتین، مصرف کردین. اینا لیرم برای ما بگوین که این کار با شما چقدر مفید تمام شده؟ الحمدلله ای که در وطن هستیم خودش کلانترین سرمایه است. زندگی ما نرمال میچله، اینیمیش برای ما کلانترین سرمایه است. قبل از اینکه کار شروع بکنین وضعیت اقتصادی چگونه بود و حالا چگونه؟ قبل از اینکه ترمیم هارد دیسک شروع بکنیم، کار هارد دیسک شروع بکنم، در بخش کار کامپیوتر بودم. ولی بازار یه رقم رکود پیدا کرده بود، اقتصاد خراب بود، مثلا از بیرون مال نمیومد، کم شده بود، اقتصاد ما هم ضعیف‌تر شده بود. ولی خواست که در این کار شروع کردیم، الحمدلله روزگارم خوب شد. کامپیوتر معلومات در مورد بزرگترین حافظه کامپیوتر یا همان هارد دیسک تکمیل شد. بله، این یکی از تازه ترین هارد دیسک های است که دارای 26 ترابایت حافظه می باشد. کامپیوتر ام بی و جی بی را خوش شنیده بودم، اما در مورد ترابایت چیز نمی فهمم. 1 ترابایت معادل 1000 جی بی است. خب، این هارد دیسک در لپتاپ نصب میشه یا در دسکتاپ؟ در هر دو امکان نصب شدن را دارد. درست، اما نگفتی که این هارد دیسک در کدام کشور و در کدام سال ساخته شده؟ در ایالات متحده آمریکا و در سال 2022. تشکر کامپیوتر. به فکر و نظر ایده از مردم، تنها با داشتن سرمایه زیاد میتوان به کار و فعالیت اقتصادی پرداخت و اگر در کار و بار پول زیاد نباشن نمیتوان کار را به خوبی انجام داد. اما کسانی هم هستند که با فراگیری مهارت و سرمایه کم زمینه عاید را برای خود فراهم ساختند. همکار ما با یکی از امی اشخاص گفتگوی را انجام داده. ای که کی است و چی میکنه؟ در گفتگوشون با هم گوش میدیم. خود را برای ما معرفی بکنن. عبدالقادر ابراهیمی هستم، یک تن از عرضه کننده ماشینای شیشه کشی. ما محصل بودم، در پالی از یک محصل هستم، باید ما به خود یک کاربار پیدا کنم. این مهارت را چگونه یاد گرفتی؟ در شروع یک ماشین خریده بودم، او از پشم جمع منفیش غلط شد، تختش سوخت. وقتی به بازار رفتم تخت از او قیمت بود، نتوانستم که تختش بخرم. باز در یوتیوب سعی میکردم که طریقه جور کردن ماشین ما سرچ کردم، سعی کردم که خیلی ساده بود، یوتیوب زیاد دستجو پشتش کردم تا که در مورد ماشین معلومات جمع کردم. یک چیز دیگه از پنتون از استادا پرسان کردم که ما توانستم یک ماشین جور کنم، که اون ماشین بسیار ساده بود، 16 دانه‌ای بود، اون که نتیجه خوبتر داد. باز از خانم تشویق شدم، یک چیز پیسه دادن که من ماشین 80 دانه‌ای جور کردم، که فول اتومات است، که ضرورت به این است که من به خانه زنگ دهم ماشین سعی کنین که تخمه را دور بتین یا نتین. حالا خودم تایمر دارم، ماشین خودش توسط تایمر شور میخورم. ماشین اولا که جور کردین آیا با کدام مشکل مواجه شدی؟ یعنی اگر مواجه شدی چگونه حل کردین؟ مشکلش نمی بود که گروپ های یکم زودتر میسوخت، گروپ های موتر. باز من خودم بخاری براش جور کردم که تا که ماشین از بخاری نمیسازه. مشکل دیگهش که بود که باید هر 2 ساعت بعد تخمه ما شور میدادم. یک چیزی که دیگه هم در موردش معلومات جمع‌آوری کردم تا توانستم یک تایمر برش پیدا کردم که هر 2 ساعت بعد حالا خودم ماشین تخمه را شور میتن. از چقدر افغانی شروع کردین اول کارتان و حالا به کجا رساندین؟ من شروع از 1500 افغانی شروع کرده بودم و فعلا 85-90 هزار افغانی سرش سرمایه گذاری کنه. مواد این ساخت ماشین چی چیز است؟ یک تا دیگ نان خریده بودم، گروب بود، پکه بود، دماسنج بود، رطوبت سنج بود، شیشه بود، یک دانه بیتری موتراسکل خریده بودم که یکان وقت برق میرفت بود از بیتری استفاده میکردم و برق میبود از برق استفاده میکردم. و خوبی ماشین نیست که هم از برق ایسی کار گرفتم میتونیم هم از برق دیسی. پرزجات این ماشین در کجا میخرین و چی چیزا در به کار برده میشه؟ پرزجات از یک از زیادترش از بازار میخریم، مثال دماسنج است، رطوبت سنج است، تایمر است، بسته بندیش میکنیم که تا به یک ماشین تبدیلش کنیم. این ماشینا را سر کی میفروشین و مشتریا را چگونه پیدا میکنین؟ سر فارمدارا زیادتر سودا میکنیم و در پلی ازی کسایی که در اطراف است طبعا شوقی میباشند و میگن بیکارم هستیم بیاین یک ماشین داشته باشیم. ما صفحات اجتماعی اینترنت مدامو هم ماشینا را به فروش میرسانیم، هم اگر تخم باشه
یا مرغ باشه یا چوچه باشه، پس دمو ما خرید فروش میکنیم. همین شکلش بر ما بگوین چی شکل است و چی سایز ها هستن؟ ساده ترش که است از دیگاه نان پلاستیکی، یکی شکل از دوست که ساده تر است. دیگراش که است مثل 80 دانه و 200 دانه ایش که است انواری وارست پله داره و در پله ازی شیشه است قلف است. زیادتر مشتری ها میگفت که قلف داشته باشه که اشتکا دروازه را باز نکرد. بدنه ایش چی هستن؟ تختی همواری است. اگر سرمایه داشته باشم من بدنه ازی را مثل ماشین های خارجی واره از پلاستیک یا جور کنم. خوبی پلاستیکی ای است که در رطوبت خراب نمیشه، مگر هم تخته خراب میشه. و یک خوبی دیگه که پلاستیک داره که اگر 20 دقیقه برق هم بره یا بیتری چارج خلاص کنه تخمه یخ نمیشه. تخته یا شاید دمور 20 دقیقه این قاشت یخ شده که به مشکل مواجه میشه. هر یک از این ماشین ها چند بره تمام میشه و چند میفروشین؟ و چند فایده برتان میمانه؟ یک ماشین 15 ست تمام میشه و من 17 ست میفروشم. ماشین که 80 دانه ای است ما میفروشیم 7000، برای من 6700، 6800 برای من تمام میشه که 200 یا 300 رپم ازش فایده میگرم. و 200 دانه ای که است او را ما 18000 میفروشیم، برای من 500 فایده میگرم. این کار و شما چقدر مفید تمام شده و از کاروبارتان راضی هستین نیستین؟ تقریبا یک مومیشه که من پنتونم خلاص شد. اگه وظیفه برای من پیدا شد یا نشد من بخود یک کاروبار بخود پیدا کردیم. من حالا یکم زمینم مسایچ و فارمم جور میکنم و در پالوی ازی ماشین های من سودا میکنم. خوبی مده ای است در خانم میسازم. اگر در دکان یا جور میکردم کرایه دکان یا سرم میامد، اگر ماشین سودا نمیشد کرایه دکان باید از جیب میدادم. و من از 1500 افغانی شروع کرده بودم و تا 85000 و 90000 افغانی مرساندیمش. وقتی که اولین ماشین را جور کردین و نتیجه داد چی احساس میکردین؟ احساس خوبتر بود. هر روز از این مثل سال وارتر میشد. ما که حساب قید کرده بودیم تا روز 19 که باش که چوچه میتن نمیتن. اول جور کرده بودم در خانم رخشن میزدن سرم ماشین جور کردی که باش نتیجه میتن نمیتن خنده وارو میکنن. وقتی که نتیجه داد بسیار خانه تشویق کرد و بسیار از خوشی یک کالا جای نمیشدیم. کامپیوتر در مورد کشوری که در گذشته ها و بدون ماشین بیشترین تولیدات چوچه مرغ را داشته معلومات پیدا کردی؟ بله پیدا کردم. کدام کشور است کامپیوتر؟ کشور مصر 2000 سال قبل توانسته است که چوچه مرغ های زیاد را تولید کند. اوهو 2000 سال قبل، ای چطور ممکن بوده کامپیوتر؟ عکسش را در صفحه نمایش می توانی ببینی. اوهو اینطور به نظر می رسه که در یک مغاره چند تا چراغ روشن باشه. بله به خاطر تولید حرارت از این چراغ ها استفاده می کنند. اینجا خوب به صدها تخم مرغ هم دیده می شه. بله از همین تخم مرغ ها چوچه مرغ بیرون می شد مثل ماشین های امروزی. تشکر کامپیوتر. شنونده عزیز حال نوبت قصه فرا رسیده، ای شما و ای هم قصه. شوهر مریض است، نانوار خانه خودم استم. 8 طفلک دارم، 4 دختر است، 4 بچه. شوهرم مرض قلبی داره، 10 سال میشه. مصوف تا بیگه میگردم، تایمنی، کوتای سنگی، شهر نو، کور کوچه رو من میگردم. سر کراچی این پلی رو انداخته، این بسکیت از این کیک از این ساجق از این چیزا رو انداخته.